سلام امیدوارم که حالتون عالی عالی باشه و مثل همیشه با انگیزه در حال درس خوندن و زبان خوندن و اپلای کردن باشید تا اینکه بتونید بیاید باننده خودتون رو بسازید توی این ویدیو میخوام راجع به هزینه های زندگی حالا اصطلاحا دانشجویی توی کانادا صحبت بکنم میخوایم با هم بریم توی اکسل ببینیم که 6 ماه هزینه زندگی توی کانادا به چه صورت هستش من اومدم 6 ماه هزینه زندگی خودم رو 6 ماه دوم سال 2022 یعنی پارسال رو پارسال میلادی حالا اومدم ثبتشون کردم و یه سری حالا میانگین گرفتم میانگین ماهانه مثلا چقدر بوده هر ماه میانگین مواد غذایی چقدر هر ماه میانگین اجاره و هزینه موبایل و حمل و نقل اینجور چیزا کلا خیلی اطلاعات به نظر اطلاعات خیلی خوبی هستش و میتونه به همه افرادی که میخوان بیان کانادا کمک بکنه چه حالا با فاند میخواین بیاین چه سلفاند بیاین چه مجردین چه متعهلین کلا میتونه بهتون یه دید بده که آقا هزینه زندگی یه نفر چطوریه حالا بر تعداد افراد شما خودتون میتونید یه مقدار تغییرات توی مقدار هزینه ها دیگه کلا میتونی بهتون کمک کنه که آیا اون بودجه ای که دارید اگه با هزینه شخصی خصوصا دارید میایید آیا اون بودجه ای که دارید کفاف هستش یا اینکه حالا به حال نیازه که فکرای دیگه ای بکنید و به یه سوال خیلی مهم من جواب بدیم اینکه آیا با کار دانشجویی توی کانادا یک نفر آدم میتونه هزینه تحصیل و هزینه در واقع زندگیش رو بده یا نه این سوالی که خیلی بچه از من میپرسن دیگه واقعا با دیتای واقعی دیتایی که خودم 6 ماه جمع کردم میخوام به این سوال واقعا جواب بدیم به نظرم دیگه علمی تر از این دیگه نمیشه به این سوال جواب داد بریم با هم اکسل رو ببینیم من تا قبلش به فن هستم دانشوی دکتر دانشگاه مکمستر کانادا اگه محتوای این کانال رو دوست دارید راجع به اپلای و زندگی دانشجویی خیلی خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب داشته باشید من سعی میکنم هر هفته محتوا بزنم راجع به این قضیه خب بریم توی اکسل ببینید توی اکسل من اومدم چیکار کردم اومدم 6 ماه تمام از زندگی رو ثبت کردم توش دیگه خب ستون اول که آیتم در واقع اون توضیح اون چیز هستش اون کاری که انجام دادم حالا اوایلش ماه رو ثبت نمی کردم بعد ماه رو هم داریم در واقع روز اون ماه رو روز اون ماه رو داریم و بعدش هم حالا خود ماه و خود مقدار هزینه دیگه به این صورت آیتم هایی که حالا من گذاشتم چطوری دسته که من کردم چطوری حالا شما میتونید به سرچ هم بکنید با دسته مختلف هزینه آشنا بشید ولی من اومدم مثلا گروسری رو گروسری مواد غذایی مثل شیر، مرغ، نون، گوشت مثلا این چیزها اینجور چیزا رو مثلا اومدم گروسری در نظر گرفتم. یه انترتینمنت گذاشتم، حالا سینما، بیرون، ویدیو، فیلم، بازی اینجور چیزها نمیدونم هاوس که از مربوط به خود خونه هست، اجاره خونه و بیمش مثلا، بیمه اجباریه. یوتیلیتی بازم هزینه‌ای مربوط به قبض آب و برق و مثلا اینجور خونه است. آیتم چیزایی که برای خود خونه آدم میخره دیگه شما مثلا میز میخرین تلویزیون میخرین پلوپز میخرین نمیدونم مثلا اینجور مسائل خواب فکر از آمازون و اینجور سایت ها مثلا سفارش میده ترانسپورتیشن بازی هزینه حمل و نقل دو اینترتینمنت حالا داریم و اینجا دیگه فکر کنم مثلا همین همین بخش بندی ها هستش حالا موبایل هم مثلا دارم آره قسط موبایلی که دارم پرداخت میکنم و در واقع چیزش هم خود قسط موبایل چون آیفون ها قسطی گرفته بودم دیگه همون پول ماهانه موبایل و اینترنت خونه و مثلا اینجور چیزا کلا این دسته رو انجام دادم دیگه حالا شما میتونید میگم دستبندی های مختلف خودتون رو داشته باشید لزومی نداره این چیزا رو چیزای من رو حتما فالو بکنید حالا بریم اینجا من اومدم چیکار کردم اومدم پیوت پیوت تیبل حالا جدول پیوت درست کردم آموزشش هست توی گوگل شما این دیتا ها رو سلکت بکنید بعد بیاید اینجا اینسرت رو بزنید و این پیوت تیبل این بالا سمت چپ بزنید براتون جدول رو میاره و حالا خیلی میخوام راجع آموزش صحبت کنم و شما اگه پیوت رو بزنید و حالا یه مقدار تر تمیزش بکنید و به این صورت رنگ بندیش بکنید و اینا چیزی که باید ببینید در نهایت این هستش از این نهای زندگی ماه جون جولای آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر هفت ماه هف ما شده از این هفت ماه زندگی دارم بهتون میگم هفت ماه شده خودم آمایش دستم در رفته بود به این صورت و حالا من اوریجش رو هم اینجا گذاشتم اوریج اون آیتم چیزی که میخوام بهتون نشون بدم به نظرم خیلی قابل تأمل هست به نظرم هزینه مثلا گروسوری خیلی مهمه حالا جز هزینه های ای هستش دیگه گروسوری مثل گفتم نون و نمیدونم هر چیزی که بخوایم بخورین دیگه سفارش بدین نون و گوشت و مرغ و فلان اینجور چیزها اورج اش، میانگین ماهیانش چیزی حدود 304 دلار شده توی این هفت ماه 300 دلار یعنی دلار هم دلار کانادا هستا 300 دلار یعنی برای پول مواد غذایی به نظر من حالا یه آدم میتونه مصرف بکنه دیگه عدد نمیتونم میگم کمی عدد زیادی هم نیست تقریبا متعادله حالا میگم خیلی هم بستگی به استایل غذایی شما هم داره ها چقدر بخوای غذای بیرون بخوای چقدر خودتون درست بکنید و اینا ولی من معمولا همه وعده غذایی رو خودم درست میکنم خودمون تو خونه با خانم هم درست میکنیم و کلا غذای بیرون مثلا کمتر میخوریم چون که خب به حال هزینه زیادتری داره دیگه چیز حدود 304 دلار 300 دلار به نظرم ع منطقی هستش و حالا میخوایم هزینه دیگه نشون بدیم مثلا هزینه اجار خونه 700 دلار نفری داریم پرداخت میکنیم من 700 دلار خانم من 700 دلار که اینجا حالا اون شر خودم رو گذاشتم چون برای یه نفر میخواستم اطلاعات بدم و حالا 19 دلارش هم پول بیمه هستش که 19 هم بازم باید ضرب در دو بشه کل بیمه مثلا 38 دلار 40 دلار تقریبا هست تمام دیتا هایی که تو این جدول هست این نکته رو اول میگفتم برای یه نفره خب اگه بخواید برای دو نفر حساب بکنید قاعدتا با یه ضرب در دو یا ضرب در حداقل بکنیدش ضرب در دو مثلا هاوس که قطعا خب اجارش باید ضرب در دو بشه و حالا چیزای دیگه که میخوام بهتون نشون بدم مثلا موبایل هستش اینجا هزینهش ماهانه بوده 100 دلار پول موبایلم هم داره میشه که بخشش قسطشه قسط خود موبایل بخشش هم پول اینترنتشه پول در خطشه و حالا مثلا رستوران و غذای بیرون حالا داریم اینجا یه ماه زیاده یه ماه چی نبوده یا حمل و نقلم اینجا هست یه نکته راجع به حمل و نقل بگم حالا این دیتاهای حمل و نقل من فقط برای همیلتون برای این شهر ما صادقه چون تو شهر همیلتون دانشگاه ما اومده به ما یه کارت مخصوص داده با اون کارت مخصوص اتوبوس داخل شهر رو استفاده کنیم دیگه هزینه نداریم مونتا خارج شهر اگه بخوایم بریم باید هزینه بدیم با اتوبوس دیگه به این صورت یوتیلیتی هم چیه یوتیلیتی هم پول مثلا قبض آب و برق خونه و آب مثلا اینترنت و اینجور چیزا هست که ماهیانه مثلا می‌بینید میانگینش شده 39 دلار و عید به نظر اوکی میاد دیگه به این صورت حالا حالا این یوتیوب و اینستا هم ای که خودم برای اینستا کردم مثلا یه سری چیزا خریدم دوربین خریدم فلان اینا که خیلی حالا اهمیت نداره نکته بعدی پول تویشن هست که تویشن هم حالا تویشن ترم پایی 3900 و تقریبا 50 دلار بوده دیگه عید قابل توجهی خرجش حالا این تویشن شاید براتون سوال باشه که من فاند دارم چرا دارم تویشن میدم تو ویدیوهای قبلی گفتم بهتون این رو ما که کانادا میایم کلا سیستمش اینطوریه شما دانشگاه به ما فاند میده بعد از رو فاند تویشن رو برمی خب به این صورت که یعنی خودش هم بر نمیداره خود ما هم باید پرداخت کنیم مثلا اول تم به من 7000 دلار پول میده 7000 دلار که زیاد گفتم 6000 دلار تقریبا ویدیوش هست ویدیو دقیقش الان حضور ذهن ندارم ویدیو فاند من 6000 دلار میده من باید مثلا 4000 دلارشو بدم بابت شهریه و ما بقی که میمونن باید استفاده بکنم به این صورت که خب حالا این شهریه من هم برای دکترا دانشگاه مکمستر ها خواهش جنرال نکنید قضیه فکر نکنید تمام دانشگاه های کانادا اینقدر شهریه دارن و تمام مقاطع هر دانشگاهی فرق میکنه شما باید برید تو سایت دانشگاه ببینید هزینه چطوریه دوره ها امکان داره فرق بکنه شهرهای دیگه فرق بکنه و اینجور مسائل حالا عدد کلی که ماهانه خرج شده این زیر نوشته شده ببینید معمولا میانگین اگه شما ماهی خرج خاصی نداشته باشید احیانا مشکل خاصی براتون پیش نیاد خب یه چیزی بین 1300 تا 1500 600 تا باید خرج بکنید خب عدد میانگینش هست چیزی که اینجا به دست آوردم من مونتا خب همیشه زندگی اینطوری نیستش دیگه یه سری آیتم های غیر قابل پیش بینی گاهی وقتا پیش میاد مثلا چی یعنی این این تابستون خب هزینه زیادی من اینجا دادم به این صورت که 1696 تاش پول هلت شد پول دندون شد من ویدیو برای ساختم لینکش این بالا هست عصب کشی کردم هزینه زیادی برام داشت و خب پول رو دیگه به یه جوری داد دیگه میانگین ماهانه اون ماه به هم میریزه یا مثلا اینجا برای خونه ما آیتم خیلی زیاد خریدیم وسیله زیاد داشتیم اینجا مثلا خیلی هزینه سنگینی داشت برام یا مثلا یه ماه دیگه بیام اینجا مثلا ببینید شهریه دانشگاه رو بعد ماه پرداخت بکنم 5760 دلار شد هزینه اون ماه میانگین رو خیلی بالا میبره از که نمیتونی شما شهریه پرداخت نکنی بگی خب این شهریه چیز خاصه به هر حال هزینه است دیگه شما باید پولشو بدید دیگه یه جوری یا بازم یه ماه دیگه ما ماه خاص داشتیم اینم خیلی گرون شد اینجا اینجا چی بود اینجا فکر کنم آره عصب کشی که کرده بودم بعد رفتیم دندونم پرم کردم که یه مدت فاصله انداختم بینش که اون پانسمانش خوب بگیر و اینا یه تقریبا زیر یه ماه شد اینجا آخرای آگوست بود اینجا اوایل اکتبر تقریبا مثلا 32 روز شد همچین چیزی ولی خب اینم مثلا 685 دلار اینجا هم ادامش برام هزینه داشت که خب اینم قابل توجه دیگه کلا 2000 دلار دو پول دندون شد ولی حالت کلی کل هزینه این در واقع 7 ماه من وایش بودم 6 ماه شده 7 ماه کل هزینه 7 هفت ماه 19000 380 دلار شد حدودا که خب واقعا دستم نیست که عدد زیادی یا عدد کمیه چون که خب به حال زندگی بالا پایین خیلی زیاد داره دیگه به حال یه که دستتون باشه حالا میگم آیتم های مهمش من گفتم رنت و مثلا پول گروسوری خیلی چیز مهمیه یا موبایل و اینجور که اونا میانگینشون عید خوبی به نظر من ولی خب کلیت کار گاهی وقتا امکان داره آدم و حال هزینه زیاد بشه و نه تو تشخیص زیاد دیگه باید مثلا یه 6 ماه دیگه اندازه بگیرم بعد مقایسه کنم باشون و حالا یه نکته‌ای که هست من اومدم اینجا چیکار کردم اومدم اینجا از این هزینه پول چیز رو کم کردم پول تویشن دانشگاه رو کم کردم پول شهریه رو خواهی 3949 تایی که هست می‌بینیم عددی که اینجا به میده 15430 یعنی منهای شهریه بخوام بکنم 15000 دلار 15400 تا فرض بزنیم که شهریه شما از سورسی داخل ایران میخواید بدید حالا با یه پول دیگه میخواید بدید هزینه خود زندگی خالص منهای شهریه شده 15430 تا که بازم اومدم یه خورده دیتا رو بهتر کردم اومدم پول دندون پزشکی ما حذف کردم از اینجا چون که دندون پزشکی تو این دو ماه خیلی عدد بالا پایین برده دیگه خب خیلی به هم ریخته قضیه رو پول دندون پزشکی رو حذف بکنم شده این عدد آخر که شده 13230 دلار برای هفت ماه تقریبا که اگه همینجا جلوی شما من این عدد بالا رو بیام تقسیم بر هفتش بکنم چیزی که بهش میرسم حدودا 18000 هیج... 1890 حدودا 1900 دلار هست که با توجه به حالا میگم اون درآمد یوتیوب و درآمد مثلا دانشگاهی که دارم تدریس و فلان و چیزا یه مقدار شاید عید زیادی باشه و حالا شاید تو 6 ماه بعدی که یه مثلا دوباره اکسل خودم رو و شاید احیانا یه ویدیو برای ساختم سعی کرده باشم هزینه رو کم بکنم ولی 1900 دلار تقریبا ماهانه داره مثلا یه زندگی متوسط اینجا خرج داره و حالا من قبلا هم یه ویدیو ساخته بودم لینکش این بالا هست براتون میذارم ما دادم هزینه ها رو خیلی حدودی گفته بودم خب خیلی ها میان توی ویدیوهای یوتیوب این کارو میکنن مثلا میگن میگن آقا آره هزینه اینجا 700 800 تا خرج مثلا خورده که غذا بین 300 400 تا 50 دلارم هم اینترنت میدی 50 دلارم هم فلان چی میدی و اینا رو میان به عنوان هزینه زندگی در نظر میگیرن ولی خود واقعیت کار واقعیت کار کجا مشخص میشه مثلا شما میایین برای تون وسیله میخرین یه روز یه تفریح مثلا یه سینما میرین اتوبوس سوار میشین یا مثلا یه شهر خارجی میرید تورنتو مثلا میرید اتوبوس خرج میکنید اونجا رستوران میرید کافه میرید بار میرید سینما میرید میدونید این واقعیت های کار این جزئیات جزئی ریسک دیده نمیشه اینا اتفاقا بیشترین اثر رو توی هزینه ها داره خب من اگه میخوام مثلا اونجوری کلیگویی بکنم میگم آره 700 دلار پول اجاره خونمه 300 دلار هم که گروسری اینجا رسیدیم بهش 1000 دلار 50 دلار هم اینترنت خونه و 50 دلار هم موبایل میشه مثلا 1700 300 اونم 100 مثلا میشه 1100 یه 100 دلار حالا مثلا تفری اون 1200 دلار ولی این عدد خیلی غلطه خب ریز زندگی شما بیاین جزئیات رو ببینین آیتم خریدن برای خونهتون حمل و نقل و یوتیلیتی و رستوران و یه تفریح و اینا می‌بینید که ای بابا از اینا زیاده و شاید حالا اگه مثلا توی بحر پس شدید باشین شاید بخواید بعضی آیتم ها رو کم بکنین در حال حاضر من خودم خیلی دارم سخت نمیگیرم به خودم حالا بخوام خیلی شدید مثلا پس انداز بکنم فلان اینا به اندازه کافی درآمد و حالا پولی که میگیرم از دانشگاه و یوتیوب به کافی کم هست که ترجیح دادم که اوکی آقا فعلا راحت باشم حالا در آینده پس انداز میکنم به کافی تو این 27 سال دیگه روسمو کشیدم روس خودم رو کشیدم تا به اینجا رسیدم حالا سوال مهمی که میخواستم جواب بدم بهتون اینی که آیا با کار کردن دانشجویی میشه هزینه زندگی و هزینه دانشگاه رو داد یا نه متاسفانه جواب من منفی هست با کار کردن هزینه زندگی رو میتونید بدید به چه صورت ببینید ماهانه شما اگه بخواید کار دانشجویی انجام بدید اینجا ساعتی 15 16 17 دلار بودن هست که ضرب داره حالا فول تایم هم بخواید کار بکنید دانشجو 20 ساعت رو پر بکنید 80 ساعت ضرب داره مثلا این عدد بکنید 1200 دلار 1300 دلار 1400 دلار همچین چیزی بهتون پول میده خب بخواید خیلی کار بکنید شاید درآمد کارتون بالاتر باشه شاید یه کاری پیدا کنید که 20 دلار مثلا درآمد داشته باشه با اون پول شاید بتونید هزینه زندگیتون رو بدید بازم حالا این مقدار کم بیایید با توجه به این عددی که من اینجا دارم میشه بودم اون کار دانش شات دلار بهتون بده مجبور یه مقدار زندگیتون رو حالا صلاحا کوچیک تر بکنید ایشون که انجام بدید یه سری آیتم های اضافتون رو بزنید ولی به هر حال میشه هزینه زندگی رو یه دور یه جوری منیج کرد با 1400 تا 1500 تا بس ولی خب کما اینکه اون مدل زندگی هم سخت میشه دیگه شما بخواید 20 ساعت هفته کار بکنید دانشگاهتون هم بخواید ادامه بدید و حالا یه مقدار آیتم هاتون هم بزنید مثلا سرگرمی بزنید فلان اینا دیگه خب آدم افسردگی میشه میفته گوشه میمیره دیگه خدا نکنه رحمت الله بر شما ولی کلا میخوام بگم و به هر حال یه توازنی یه خودتون باید به دست بیارید دیگه حالا این هزینه زندگی رو بتونید منیج بکنید دیگه اون شهریه دانشگاهی دیگه واقعا به نظرم شدنی نیستش خب دیگه 4000 دلار حالا برای من 4000 دلار یک ترم هم هستا ترم پاییز ترم در زمستون و ترم بهار این شهریه ترم پاییز بود ترم زمستون و ترم بهار بازم یه 3 4000 دلاری باید بدم حدودا 8000 دلار تقریبا 9000 دلار در سال باید شهریه بدم من و دیگه اون پول واقعا دیگه با کار کردن نمیشه درش آورد دیگه واقعا باید یه سورسی از بیرون باشه حالا شهریه دانشگاه من 9000 تاست یه کسی ارشد باشه امکان داره بیشتر باشه دوره ام بی ای گرانترن کلا به نظرم با کار کردن دانشجویی نمیشه هم هزینه تحصیل و هم هزینه در واقع زندگی رو داد برای دیگه تحصیل دیگه یه سورس بیرون از دانشگاه بیرون از کانادا باید داشته باشید حالا خیلی از افراد این اطلاعاتو شیر نمیکنن خب خیلی واقعا پرایوت هستش این اطلاعات ولی خب بر من خیلی حساس نیستم روی این زمینه ها امیدوارم که به حال دستتون بیاد که ببینید که اوکی هزینه زندگی چطوریه چقدر میتونید تفریح بکنی چقدر میتونید نمیدونم به حال خرج خرج بکنید برای خودتون یه مقدار زندگی دانشی، به حال دست و بال آدم بسته هست دیگه من گاهی وقتا همینجا مثلا 26 دلار میبینم خرج کردم تو جولای واقعا عجیبی برام واقعا خب خرج زیادی بوده احتمالا مسافرت رفتم احتمالا چند جا رفتم گاهی وقت فکر صرفه جویی هم باید بود خیلی خوشحال شدم تو این ویدیو باتون با بودم اگه ویدیو رو دوست داشتید یادتون باشه لایک بزنید خیلی بهم کمک میکنه تو ویدیو بعدی میبینمتون موفق و معید باشید خدا نگهدار